سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از بازی های ویدیویی آماده کردم که باعث کشته شدن مردم در دنیای واقعی شدن. حتما میدونید که سال هاست کارشناسا میگن بازی های ویدیویی باعث افزایش خشونت در بچه ها میشن. البته این حرفا هیچ پشتوانه‌ای نداره و هیچ وقت یه تحقیق علمی و معتبر در این مورد عرضه نشده. شاید یکم باورش سخت باشه، ولی واقعا یه سری بازی وجود دارن که باعث کشته شدن مردم شدن. البته نه مستقیما، بلکه به صورت غیر مستقیم. پس این شما و اینم 10 بازی ویدیویی که باعث کشته شدن مردم در دنیای واقعی شدند. شماره 10، بزرگ. بزرگ توی اولین مورد بریم سراغ بازی‌های قدیمی، یعنی بازی بزرگ که در سال 1980 و برای آرکید عرضه شده. میدونم باوری سخته، اما این بازی باعث کشته شدن یکی از پلیرهاش شده. از قضا یه پسری عاشق بزرگ بوده، ولی خب توش چندان حرفه‌ای نبوده، تا اینکه بالاخره طی چند روز چند بار امتیازات خیلی بالا میگیره. این امتیازات بالا باعث میشه که هیجان در این پسرک افزایش پیدا کنه و اون بیچاره دچار حمله قلبی بشه. پزشک ایشون توی گزارشش نوشته که استرس و هیجان بالا از جمله اصلی ترین دلایلی بود که این حمله قلبی رخ بده. و خب این پسر جوان نتونست این حمله های قلبی رو تحمل کنه و جون خودش رو از دست داد. از اون به عنوان اولین کسی یاد میشه که به خاطر بازی های ویدیویی جون خودش رو از دست داده. البته همونطور که میبینید به صورت غیر مستقیم، خود پسر بی جنبه بود. شماره 9، اورکوست. اورکوست یک بازی MMO رول پلیینگه که خب خیلی هم اعتیاد آوره. کلن بازی های MMO اعتیاد آور هستن، چیز عجیبی در موردشون وجود نداره. اما چیزی که اورکوست رو بین بقیه مطرح میکنه اینه که یکی از پلیرهاش به خاطر این بازی جون خودش رو از دست داده، در واقع خودکشی کرده. یه موضوعی که راجع به بازی های MMO مثل اورکوست وجود داره اینه که توش شما با پلیرهای مختلف زیادی آشنا میشید و هر از گاهی ممکنه باهاشون دوست بشید و یا حتی وارد رابطه بشید. بالاخره شاید خانم هایی هم باشن که این بازی ها رو انجام بدن. خب توی اورکوست یه پسری با یک خانم دوست میشه و یک رابطه داخل بازی به وجود میاد، اما بعد از مدتی این رابطه رنگ و بوی خودش رو از دست میده و اونا با همدیگه کات میکنن. ضربه روحی خیلی زیادی به آقا پسر وارد میشه و اون با شاتگان خودکشی میکنه. بازم میگم شاید در نگاه اول اینطوری به نظر برسه که اورکوست باعث مرگ ایشون شده، اما نه، این مشکل عاطفی بود که باعث کشته شدن اون آقا شده بود. ولی آخه انصافا کی با شاتگان خودکشی میکنه؟ شماره 8، فارمویل. انصافا یه نگاهی به بازی فارمویل بندازید. شما توی اون مزرعه داری میکنید، مگه از این قشنگترم داریم؟ یعنی اصلا امکان داره همچین بازی گوگلی باعث مرگ کسی بشه؟ یا خب باید بهتون بگم این مرگی که به خاطر این بازی رخ داده انصافا از بقیه با اختلاف دردناکتره. بذارید قبلش یه سوالی ازتون بپرسم. تا حالا شده وقتی که دارید یک بازی ویدیویی رو انجام میدید مثلا مامانتون صداتون کنه یا اینکه بخواد زیرتون رو جارو بکشه، خب اعصابتون خرد میشه، اما تاش چیکار میکنید؟ یکم غرغر میکنید دیگه، درسته؟ خب خیلی هستن که مثل شما انقدر منطقی عمل نمیکنن، مثل مادری که بازی فارمویل رو انجام میداد. این مادر عاشق فارمویل بود و خب گریه های بچهش باعث میشد که اعصاب اون خرد بشه و نتونه پی در پی باز رو انجام بده. به همین دلیل میگیره دختر بچه خودش رو با دستاش خفه میکنه تا خیلی راحت تر بتونه بازی فارمویل رو انجام بده. انصافا یه آدم مگه چقدر میتونه روانی باشه که به خاطر یک بازی ویدیویی اونم به چرتی فارمویل بگیره بچه خودش رو خفه کنه؟ واقعا حرفی برای گفتن ندارم. شماره 7، Legend of Mir. همه ما عاشق بازی‌های رقابتی هستیم و حتما قبول دارید که رقابتی ترین بازی‌ها مربوط به اونایی هستن که آنلاین انجام میشن و از همه بدتر باز MMO ها هستن، چرا که مثلا توی بازی فقط یه شمشیر خاص وجود داره که از بین چند هزار نفر پلیر فقط یک نفر میتونه به اون دست پیدا کنه. خب این موضوع باعث میشه که خیلی از پلیرها بخوان با هم دیگه رقابت کنن تا بتونن اون آیتم خاص رو به دست بیارن. طبیعیه که این رقابت ممکنه باعث خشم بعضیا بشه، مخصوصا بعد از اینکه ببازن. خب یه همچین سناریویی توی بازی Legend of Mir رخ داده و از اونجایی که لیست ما در مورد بازیایی که باعث کشته شدن مردم شدن، احتمالاً دیگه حدس باید بزنید چه اتفاقی دقیقاً رخ داده. توی بازی Legend of Mir دو نفر بودن که سر به دست آوردن یه شمشیر خاص با هم رقابت خیلی شدیدی داشتن، تا اینکه یه نفر اون شمشیر رو به دست میاره. اون طرف بازنده به حدی اعصابش خرد میشه که میره تفنگ میاره و توی دنیای واقعی سراغ اون نفر دوم میره و میکشدش.
دقیقا معنای کسی که جنبه باخت نداره. شماره 6، کنسول وی. درسته که کنسول وی بازی ویدیویی محسوب نمیشه، اما خب ارتباط نزدیک با بازی ویدیویی داره دیگه. این کنسول نینتندو در سال 2007 عرضه شد و خب حسابی در موردش تبلیغ کرده بودن و قرار بود که اتفاق خیلی بزرگ باشه. حالا ما کاری نداریم که کنسول وی اونقدی که ازش تعریف میکردن خوب نبود و یه جایی حسابی گند زد، اما با این حال توی همون سال 2007 به خاطر تبلیغات زیادی که در موردش کرده بودن همه مردم دوست داشتن یه کنسول وی داشته باشن. و اما چی از این بهتر که شما این کنسول وی رو مجانی به دست بیارید. یه شبکه رادیویی توی یکی از شهرهای کوچک آمریکا اومد یه مسابقه خیلی جالب طراحی کرد که به برنده یک دستگاه کنسول وی رایگان میدادن. حالا فکر میکنید مسابقه چی بود؟ اینکه هر کسی بیشتری مقدار آب بخوره و دستشویی نره برنده میشه. یه خانم 28 ساله که خیلی عاشق کنسول وی بود توی این مسابقه شرکت کرد و با اینکه برنده نشد اما خب جزو نفرات برتر بود. ایشون بعد از اینکه خونه برمیگرده دچار مشکل میشه. یه چیزی بهتون میگم که الان برگاتون میرسه. میدونستید ما یه چیزی به اسم مسمومیت آب داریم؟ بله. وقتی که شما زیاد آب بخورید ممکنه بدنتون دچار مشکل بشه و خب این خانم 28 ساله به خاطر این موضوع جون خودش رو از دست داد. و از اون بدتر اینکه حتی اولم نشده بود. شماره 5، ورلد آف وارکرافت. به محض اینکه امروز می‌خواستم یه ویدیو در مورد بازی‌هایی درست کنم که باعث مرگ اینان شدن، قطعاً می‌دونستم که باید ورلد آف وارکرافت توی این لیست باشه. چرا که فکر می‌کنم هیچ بازی بنزه ورلد آف وارکرافت اعتیاد آور نبود، مخصوصاً توی سال‌های اولی که عرضه شده بود. خودم به شخصه سابقه 23 ساعت پشت سر هم بازی کردم ورلد آف وارکرافت رو توی کارنامه‌ام دارم که خب خیلی کار چیپ و مزخرفی بود. بازی ورلد آف وارکرافت به حدی باعث اعتیاد میشد که چند تا سناتورهای آمریکایی خواستن ازش شکایت کنن، چرا که باعث شده بود خیلی از خانواده‌ها گزارش افت نمرات درسی بچه‌هاشون رو بدن. یعنی این بازی خودش به تنهایی باعث شده بود که نمره کلی دانش آموزای آمریکایی افت پیدا کنه. حساب کنید چقدر اعتیاد آور بوده. اما اگر فکر میکنید فقط دانش آموزا بچه‌ها ورلد آف وارکرافت بازی می‌کردن، باید بگم که سخت در اشتباهی. حتی خانوم ها هم این کار انجام میدادن، حتی اونایی که مادر بودن و بچه کوچیک داشتن. یه خانومی 15 ساعت پشت سر هم دیگه ورلد آف وارکرافت بازی میکنه و یادش میره به بچه‌ش شیر بده و خب از اونجایی که بچه ها 15 ساعت بهشون شیر ندی میمیرن، مرد. انصافا هر طور دارم فکرشو میکنم یه بازی ویدیویی انقدر ارزششو نداره که شما همچین چیزای مهمی رو به خاطرش فدا کنید. این یکی نسبت به بقیه واقعا اعصاب منو بیشتر خرد کرد. شماره 4، اینگرس. شاید الان با خودتون بگید بازی های MMO RPG از همه بدتر باشن، اما نه. از وقتی که گوشی های همراه حسابی باب شد و هر کسی توی جیبش یکی از اونا داره، این بازی های موبایل هستن که بیشترین خطر رو برای بقیه دارن. مثلا یادم میاد تا الان پوکمان کلی زخمی داده، یعنی افراد دارن تو خیابون بازی میکنن سرشون تو گوشی بد تق میخورن به یک ماشین، یا یعنی اینکه مثلا از یه جایی پرت میشن پایین. خوشبختانه پوکمان تا حالا کشته نداده. اما اینگرس یعنی یه بازی ویدیویی که اون هم توسط سازنده پوکمان خلق شده، تا حالا 3 نفر به خاطرش مردن. 2 نفرشون زیر ماشین رفتن و 1 نفر از روی پل پرت شده پایین. به همین دلیلی که جدیداً بازی‌های موبایل مثل پوکمان یه جور هشدار دارن که باعث میشه شما یه خورده حواستون رو بیشتر جمع کنید و زیر ماشین نرید. شماره 3، World of Tanks. خب این یکی نسبت به بقیه جدیدتره، چرا که یه پسر 17 ساله در سال 2019 به خاطر اون جون خودش رو از دست داده. اما قبلش بیاید به یک موضوعی اشاره کنم. آیا چیزی به اسم ماراتون گیمینگ میدونید؟ یعنی که شما میشینید پشت یک بازی و ساعتها اونو انجام میدید، ماراتون وار، که خب شاید در نگاه اول چیز جذابی به نظر برسه، اما باید بدونید که ماراتون گیمینگ خیلی خیلی خطرناکه. از اونجایی که بدن شما برای نشستن‌های طولانی اصلاً تعبیه نشده، وقتی شما این کار انجام بدید فشار خونتون دستخوش تغییر میشه و بچه ها فشار خون برای سلامتی بدن خیلی مهمه. تا به حال گزارش‌های زیادی از افرادی که به خاطر ماراتون گیمینگ حمله قلبی بهشون دست داده ثبت شده، اما خوشبختانه تا سال 2019 هیچ کدومشون منجر به مرگ نشده بود، تا اینکه پارسال یه جوان 17 ساله وقتی داشت ورلد آف تانکس رو به مدت 23 ساعت استریم کرد دچار حمله قلبی میشه و جون خودش رو از دست میده. شماره 2، اسلندرمن. اسلندرمن یکی از اون لولو خورخوره های معروف خارجیه. وقتی پدر مادرها میخوان بچهای خودشون رو بترسونن و اونا رو بخوابونن، میگن که اسلندرمن میاد شما رو میخوره. اما جدیداً به لطف سینما و ویدیو گیم اسلندرمن تبدیل شده به یک هیولای ترسناک که حتی ممکنه بزرگا هم ازش وحشت داشته باشن. تا الان چند تا بازی ویدیویی در مورد این هیولا درست شده که یکی از اونها به خاطر حاشیه‌ای که براش درست شده حسابی خبرساز شد.
دو تا دختری که عاشق اسلندرمن بودن با یه چاقوی آشپزخونه یه دوست دیگه شون رو میکشن، یعنی این دو تا جغله. بعد از اینکه این دو تا دختر بچه رو دستگیر کردن و ازشون بازجویی کردن، دو تاشون اعتراف کردن که تحت تاثیر اسلندرمن قرار گرفتن و به خاطر اینکه اونو از خودشون راضی نگه دارن، این دوست خودشون رو کشتن، چرا که این یکی باور داشت اسلندرمن وجود نداره و فقط یه جور افسانه است. شماره 1، وارکرافت 3. وارکرافت 3 هم دقیقاً مثل ورلد آف وارکرافت حسابی اعتیادآور بود. خود من به شخصه ساعت‌ها می‌نشستم پشت این بازی و از پای سیستم بلند نمی‌شدم. در سال 2005 توی چین یکی از عجیب‌ترین مرگ و میرها به خاطر بازی‌های ویدیویی رخ داد. یه پسری که 12 ساعت رفت تو گیم‌نت و همش آنلاین وارکرافت 3 بازی کرده بود، موقع برگشت سم آفتکش مزرعه می‌خوره تا خودش رو بکشه. پدر این فرد گفته وقتی که پسرش آفتکش رو خورده بود بهش گفته بود که میدونسته این آفتکش سمیه و از قصد اونو خورده بود تا اینجوری هیچ کس نتونه نجاتش بده. وقتی که اون پسر رو بستری کرده بودن همش داشت هزیون میگفت، دیالوگ‌های بازی وارکرافت 3 رو تکرار میکرد و میگفت من میخوام هیولاها رو بکشم، از ورودشون به این دنیا جلوگیری کنم. حتی اون دستاشو هم تکون میداد انگار که داره با موس و کیبورد کار میکنه، یعنی توی حالت کما هم داشت بازی ویدیویی انجام میداد. متاسفانه بعد از اینکه 4 روز این پسر رو توی بیمارستان بستری کردن، علائم حیاتیش افت کرد و اون جون خودش رو از دست داد. خب بچه ها، اینم از لیست امروز ما. امیدوارم که ازش درس عبرت کافی رو گرفته باشید و اونقدر پای سیستم نشینید، چرا که واقعا ممکنه هر ازگاهی براتون مشکل پیش بیاد. من اینجا یه تشکر بکنم از دستمال خیس، آرمین صابری و تو رو خدا داستان وارکرافت رو بساز عزیز که ما رو دونیت کردن. اگه شما هم میخواد از ما حمایت کنید میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. اما خب بهت بگم دوست عزیز که من داستان وارکرافت رو ساخته بودم اما به خاطر کپی رایت مجبور شدم پاکش کنم. اگه توی آپارات سرچ کنی حتما میتونی اونو پیدا کنی. در هر حال اگه از ویدیو راضی بودید حتما ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.